تو این آموزش یاد میگیریم چطور به کمک پلاگین اوتوفیل بیایم یک تکس و یا یک لوگو رو مانند این بیایم خیلی سریع اون رو پرش بکنیم. این پر کردن اسمی که خود پلاگین روش گذاشته، یعنی به شکل اتوماتیک من بیام یک لوگو رو برات پرش بکنم، اما با روش‌های خاص خودش. حالا بریم تو آموزش بهتون یاد بدم که توسط این پلاگین اوتوفیل چقدر راحت میتونید این کار رو انجام بدید. کافیه که تکستتون رو بنویسید. من اینجا این تکست رو می‌نویسم، یه دونه پلاگین اوتوفیل رو روش اعمال می‌کنم. دوستان به این قسمت دقت کنید، این تیک پریویو است، یعنی اینکه کم رنگ شد، خاکستری شد، برای اینه که من بهتر درک بکنم ماجرا چیه. در واقع اون قسمتی که سفید کامله، قسمت اصلی کارم اونه. خب میام ابتدای کار، ببینید به این شکل میشه. چرا این پلاگین فقط تونست قسمت‌های تی و او رو تشخیص بده، یعنی ت، س و او؟ علتش اینه که اینها به هم وصل بوده و ما وقتی پوینتس رو توی این قسمت یا حتی توی این قسمت میذاریم، شروع میکنه از اون قسمت رفتن و همه جا رو خودش اتوماتیک پر کردن. اما اگه من مثلا بیام این نقطه رو بذارم، فقط این نقطه رو برای من میاد پرش میکنه، یعنی دیگه وارد قسمت بعد نمیشه. یه جاهایی ما احتیاج داریم که از یه پوینت شروع بشه به رفتن، مثل مثال لوگومون. در مثال لوگو ما از یه پوینت شروع کردیم خودش تا به پایان اون مسیر رو برای ما بیاد و پرش بکنه. اما تو یه سری لایه ها مثل تکس، جایی که به هم وصل نیست، یه مقدار کار ما دشوارتر میشه. اینجا پلاگین حالت دیگه هم گذاشته، گروس سورس، که میگه من بیام برات با تایپ های دیگه انجام بدم، به شکل لایه نویزی باشه. این لایه نویزی، یکم میرم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا داره یه سری نویزی ایجاد میشه. من این مقدار زمانش هم کم میکنم، یعنی میخوام توی 100 فریم این کار کلن تموم بشه. ببین این همون لایه نویزه، به شکل پیش‌فرض تو خود پلاگین هست که بیاد این کار برای من انجام بده. خب دوباره این دوتا تیک رو بر میدارم، هم پریویو برداشته بشه، هم تیک این که چطور رشد کرد. اون وقت ببینید به این شکل، ببینید خودش به شکل اوتوماتیک اینو تشخیص میده. حالا من میذارم مثلا تو 150 فریم این اتفاق رخ بده، یه مقدار کنتر میشه به این شکل. حالا بریم سراغ مثال لوگومون. تو مثال لوگو همونطور که میبینید ما اومدیم از نوع پوینت استفاده کردیم، پوینت هم گذاشتیم این گوشه. دوستان نکته ای که خیلی مهمه اینه که حتما باید پوینت یه بخشی رو در نظر بگیره، یعنی اگر اینو کلن شما بذاری بیرون کار، نمیفهمه که چجوری بیاد داخل کار. به خاطر همین شما میتونی مثل کاری که من کردم، یکی فریم بذاری کلن بیرون کادر باشه، توی یکی فریم بعدی، یعنی به فاصله یک فریم بعد، اونو بیاری لبه کار بذاری. ببین این لبه کار من یه کوچولو الان روشن شد، این یعنی که یه خور اومده تو کار. ببینید همین که یه کوچولو روشن بشه، دیگه بقیه رو خودش متوجه میشه. خب کاری که حالا باید بکنیم اینه که این تیکر هم برداریم که محدوده پریویو دیگه لازم نباشه انیمیت شدن. حالا این چرا مثل حالت قبل نیست و یه مقدار تر و تمیزتر این کار انجام میده؟ علتش اینه که ما در این پلاگین اسپید مپ داریم و میتونیم یک لایه‌ای رو براش تعریف کنیم. تو آموزش‌های گذشته من خیلی به این نکته تاکید داشتم که هر جا هر پلاگینی دیدید که اومده به شما میگه که بیا به من یه خوراک دیگه بده که من از اون خوراک تغذیه بکنم و بهت یه چیز جدید رو نشون بدم، عاشق اون پلاگین بشید، چون با این حرکت اومده دستتون رو برای خلاقیت باز گذاشته. یعنی شما اینجا میتونید تو قسمت کاستوم لایر و این لایری که اینجا تعریف می‌کنی میتونی هر کاری بکنی. حالا من اینجا یه لایری رو تعریف کردم به نام اسپید مپ. بریم ببینیم این اسپید مپ ما اصلا چی بوده. ما اینجا اومدیم از پلاگین فرکتال نویز استفاده کردیم و به اِوولوشنش هم یک دابل ای می‌زنیم. ببینید تایم زب داره 25، یعنی هر ثانیه 25 تا این درجه تغییر بکنه، به درجه قبلی اضافه بشه. مثلا تو ثانیه 1 میایم ببینیم شده 25، تو ثانیه 2 میریم شده 50. خب و اما انیمیت کار به این شکل میشه. این فرکتال یه مقدار من کنتراستش رو بیشتر کردم و همینطور ترانسفورمش هم یه مقدار بزرگتر کردم. خب این شد اسپید مپ من و به این خاطره که این کار من از اینجا که شروع میشه دیگه بقیهش نمیاد خیلی لایه عادی باشه. ببین اگه من بذارم رو حالت نان چه اتفاقی میفته؟ شبیه یک براش ساده از این ور شروع میشه، میاد تا این ور به پایان میرسه. اما وقتی این رو میذاریم رو حالت کاستوم لایر، اون وقت میتونیم یک لایه براش تعریف بکنیم و این مطابق اون لایه میاد برای ما این حرکت رو انجام میده. و اینجا با زدن این گزینه اون مپه رو دوباره میبینه که دقیقاً چجوری داشته تغییر میکرده که باعث میشده این شکل ما دیده بشه. فقط دوستان دقت کنید، بعضی از این سورس هایی که تعریف میکنید حتما با چنلشون رو تغییر بدید. مثلا من الان این رو بزنم رو چنل آلفا،
چون این لایه پری کامپ نشده بود یا رندر از قبل نشده بود، این کلا برمیگرده رو هم حالت نان، انگاری که الان رو نانه، فقط یه مقدار سایزش بزرگتر شده. چرا بزرگتر یا حتی ممکنه کوچیکتر؟ به خاطر اینکه سایز لایه تعریف شده بعدی ما باهاش تفاوت داره و این اومده خودشو به اون برسونه. اما وقتی رو کاستوم لایر میذاریم و اون لایه ما این قابلیت لوما رو داشته باشه، اون وقته که این اتفاق براتون میافته. این کار میتونید برای تکساتون، برای لوگوهاتون انجام بدید، برای فوتیجاتون انجام بدید و کار رو بسیار خوب میکنه. مخصوصا که اگر این کار رو ما نکنیم، باید بریم توسط پلاگین استروک یا 3D استروک بخوایم این کارا رو بکنیم، یه مسیری رسم کنیم، به اون مسیر استروک بدیم و بعد بگیم که بالای دیگه آلفا مت بشه، میتونید آموزش امضای دیجیتالی رو ببینید. اون یه لول کاره، اصلا یه سری کارا باید اونطوری انجام میشه. یه لول دیگه کار اینطوریه که پلاگین خودش محدوده یه اون لایه رو میشناسه، خودش شروع میکنه انگار یه سطل رنگ رو ریختن، اون سطل رنگ همینطوری آروم میره و پر میکنه تمام اون فضا رو. حالا اینجا بهت میگه که میخوای واقعا یه سطل رنگ تک رنگ باشه یا نه، میتونی از یک کاستوم لایر استفاده بکنی که اون برات این قضیه پر شدن رو بعد انجام بده. دوستان گل، امیدوارم که از این آموزش تو جای درستش استفاده بکنید و لذت ببرید و اگه کاری هم انجام دادید حتما برای ما بفرستید نمونه هاتون رو ببینیم، چون کارهای افتر افکتسی به این شکلی که اصلا خلاقیت درش واقعا انتها نداره و شما هزاران مدل میتونی انجام بدید. با همین پلاگین میشه کارهای انجام داد که واقعا انتها نداره. فقط به قضیه پر شدنه دقت نکنید، میتونی چند بار از این لایه کپی بگیرید، چند بار این کار انجام بدید، هر بار یه کاری براتون بکنید، یعنی اصلا انتها واقعا نداره. یعنی هر چقدر تو از افتر افکتس بیشتر بدونی، یه پلاگینی که امروز روز میتونه فقط برات حکم یه کار کوچیکی برات داره انجام میده، اگه تو پلاگینای بیشتری بدونی و بتونی اینها رو با هم ادغام بکنی، اون وقت همون پلاگین کوچیک که تا به امروز فکر می‌کردی فقط یه کار برات میکنه، یهو میتونه برات یه کار خیلی بزرگ بکنه یا 10 مدل کار برات بکنه، اصلا میتونه افکس کل کارت رو برات ببنده. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید عزیزان من. من سهیل شریفی هستم، فراموش نکنید از مجموعه حمایت کنید، لایک کنید، نظراتتون رو برام بنویسید و هر لحظه که داشتید این آموزش رو می‌دیدید، امیدوارم اون لحظه‌تون شاد و خوش باشه. روز شبتون خوش و خدا نگهدار.